اگر ما همه امیدوار بودیم به اینکه هفته بعد آقا تشریف فرما میشوند، میدانید هفته بعد آقا تشریف فرما میشدند؟ خب آقا اگه شما مردم رو امیدوار کردی هفته بعد آقا میاد، بعد هفته بعد آقا نیومد، مردم بیدین نمیشن؟ خب واقعا ظهور آیا نزدیک است؟ آیا ما باید ظهور را نزدیک تلقی کنیم؟ یه داستان باید بگم بعد جواب بدم. حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام 950 سال پیامبری کرد. وعده آمده بود روزی شما رو نجات میدم. اینا هم منتظر فرج بودن. میرفتن در خونه خدا. خدا بهشون جواب داد به دوستانت بگو 7 سال دیگه فرج میرسه. آماده باشه. آقا اینا رو میگی دیگه اصلا حال خوشی داشتن دیگه، 7 سال دیگه کفار نابود میشن، ما پیروز میشیم، بالاخره نجات پیدا میکنیم. خب این 7 سال هم تموم شد، باید بالاخره شوق این 7 سال رو گذروندیم. فرج خدایی این سکوتی برقراره تو آسمان. فرج فرمود نوح عقب افتاد 7 سال دیگه. آقای نوح برگشت به یارانش گفت خدا تصمیمش رو تغییر داد، بدا حاصل شد 7 ساله. اینا یه نگاهی به هم دیگه کردن، 7 ساله دیگه است. 950 سال صبر کردی، 7 سال 14 سال صبر کن. سر 7 سال دوم بالاخره ایمان ها نزدیک بعضا متزلزل بشه. خدایا دیگه این تو بمیری اون تو بمیری یا نیست دیگه، اصلا زایل نشیم خواهش میکنم. سر 7 سال حضرت نوح، آقای نو 7 سال دیگه. من الان چجوری به اینا بگم؟ همین جوری بگم بگو 7 سال دیگه. اومد گفت آقایون 7 سال دیگه یه عده بیدین شدن بودن سر کاری. خدایا تعداد ما چند تا بود الان ریزش کردن؟ الان یه تعدادی، این درسته؟ باشه شما هر چی میگی، ولی دیگه این 7 سال سوم دیگه، سر 7 سال سوم شد. یا نو 7 سال دیگه، نصف دیگه رفتن 7 سال چهار رو. خدایا من دیگه بلد نیستم مناجات کنم، چی باید بگم؟ 7 سال پنجم، 7 سال دیگه، دیگه کسی نموند. همه گفتن آقا ما رو مسخره کردیم. خب نگو، قول نده، ما همجوری بودیم دیگه. 7 سال ششم، خدایا دیگه هیچکی نمونده. 7 سال دیگه، نوح اومد به یاران باقی مونده، نمیم چند نفر دیگه مونده بودن، گفت اونایی که مونده بودن از غربالا رد شده بودن. گفتم باش دیگه کسی نرفت. فرج اومد. حالا قصه هامو گفتم. چی بود سوال؟ امیدوار کنی بعد حضرت نیاد بیدین میشن؟ خب بشن. قول که ندادیم، امید افزایش دادیم بد نشد. اگه قولم داده بودیم از جانب خدا نمیشد، نباید ایمانش متزلزل میشد. اینو بهش میگن بدا. بدا یه چیزیه تو اصول عقاید که ماها کم ازش صحبت میکنیم. امام صادق علیه السلام میفرمود اگه میفهمیدید ارزش اعتقاد به بدا چقدر زیاده، هر روز در مورد بدا با هم حرف میزدید. خدا تصمیمش رو عوض میکنه برای امتحان بنده‌هاش. یه روایت دیگه هم داریم. خدا به یک قومی ندا داد که 20 ماه دیگه یا مثلا چند ماه دیگه فرج شما خواهد رسید. اون قوم هم با پیامبرشون در اسارت بودن. بعد از اون 20 ماه پیام رسید عقب افتاده. این پیامبر به اون مردم گفت عقب افتاده. بلا استثناء همشون گفتن اشکالی نداره، هرچی خدا بگه. 2 روز بعد فرج اومد. خدای توی گفتی 20 سال دیگه، الان 20 ماه بود، چی شد؟ فرمود دیدم اینا ایمانشون کم نشد، به حسن ظنشون، به اعتمادشون احترام گذاشتم همه الان بود. اینا رو برای چی به ما میگن؟ برای چی این حرفا رو به ما میزنن؟ مثل این که با حال ما کار دارن، نیست؟ با احساس ما، با ایمان ما کار دارن. میدونی قیمت شهدای کربلا به چی بود؟ میدونی امام حسین شب عاشورا باشون چی کار کرد؟
فرمود امید نداشته باشید که منو بتونید نجات بدید، ناامیدتون کنم از زندگی، هر کی اینجا بمونه میمیره، یعنی به شهادت میرسه، من هم به شهادت خواهم رسید. یه ذره امید به فرج در دل اینها باقی نگذاشت، یک ذره امید به نصرت الهی به معنای ظاهری نگذاشت. اینا یه ذره دلشون تکون نخورد. یأس خیلی آدمو سرد میکنه، اما اونایی که گرم موندن دمشون گرم. یکی بیاد به یه نیروی انقلابی در گوشش محکم بگه ببین این انقلاب قطعا به ظهور نمیرسه، همه تونم نابود میشه، و این گرمای خودشو از دست نده. خیلی سخته. ما تازه یقین داریم به فرموده حضرت امام این انقلاب متصل میشه به ظهور، این جزء قطعیات فرمایش حضرت امامه، ما یقین داریم هنوز اونقدر داغ نشدیم. یکی بیاد سردمون بکنه چه خواهیم شد؟ مثل این که با حال ما کار دارن نیست؟ با احساس ما، با ایمان ما کار دارن.